سلام دوستان نهایت عزیز خوش آمدین به درس چلم ورد 2021 من رامین عزیزی هستم از چینل تگف دوستا دو ویدیوی قبلی ما شما به ارتباط هیدر بود در ویدیو اولش خواندیم که چطور بتانیم از هیدرهای ترتیب شده و موارد که مربوط هیدر میشد استفاده بکنیم در دو ویدیوی دوم دوستا کار کردیم که چطور بتانیم هیدرهای مختلف داخل یک داکومنت به واسطه سکشن ها بگیریم که بسیار جالب بود اگر ویدیو ها را ندیدین حتما پیشنهاد میکنم که ببینین بی چون ویدیو های بسیار خوب و مفید است. خب دوستا این ویدیوی که ما شما کار میکنیم به ارتباط فوتر است. چطور بتانیم از فودرها در داخل داکومنت خود یا از پاورقی ها استفاده بکنیم. در این ویدیو ما شما کار میکنیم که چطور بتانیم فوتر را دیزاین بکنیم خود ما در گالری قرار بدیم و از او فوتر دیزاین شده در داکومنت های بعدی خود هم استفاده کرده بودیم و همچنان فوتر هایی که از قبل دیزاین شده توسط مایکروسافت از او هم مستفید خواد شده ایم. شما را بسیار منتظر نمیمانم میریم موضوع را عملی کار می میریم در کامپیوتر کمپیوتر دوستا و وینور تایپ میکنیم و انتر کرده یک بلنک داکومنت انتخاب میکنیم بعد میایم در قسمت پایین صفحه بالای فوتر یک دبل کلک میکنیم دوستا بخش فوتر بر ما ظاهر میشه وقتی بالای فوتر دبل کلک کردیم تب هیدر فوتر هم ظاهر میشه که در مجموع ما شما با آبشنا آشنایی کامل داریم چون در ویدیوهای قبلی ما شما کار کردیم حالا دوستا وقتی ما بالای فوتر کلک کردم میریم در بخش فوتر ببینیم که ما فوترهای مختلف داریم اگر یک تکستا خواست باشیم که در فوتر خود داشته باشیم میتونیم که یک بخش انتخاب کنیم سه کالم نیاز داشته باشیم سه کالم و یا ای که دیزاین های مختلف دیگی که ما شما داریم از یا هم میتونیم استفاده بکنیم دوستا خوب آله اگر ما بیایم بالای فوتر کلک بکنم و بیایم ده اینجا فرض کنین یک فوتر رو بخوایم دیزاین بکنیم خود ما ما یک کمک میخوایم که از رنگ ها زیاد استفاده بکنم از شپ ها اینجا ما یک دیزاین میکنم به این شکل و بعدا امی شپ یک کنترول سی کنترول وی کاپی پیست میکنم دوستا و کنترول محکم گرفته شپ خدا یک اندازه یک خورد میکنیم به این اندازه این به یه ای اندازه باشه بله باز یک کنترل سی کنترل وی و شپ دوباره قرار میتیم بالای شپ قبلی و کنترل محکم گرفته که از دو طرف به یک اندازه شپ ما شما کوچک شده خب یک ذره که دیگه این ما شما کلان میکنیم این به یه ای اندازه باشه خب ما بالای شپ کلک میکنم رنگ های مختلف داریم دوستا میتونیم که از این رنگ های مختلف استفاده بکنیم تا حالا فعلا ما از این رنگک استفاده میکنم میگیم که وسطش فرض کنین یک رنگک دیگه باشه میگیم که فرض کنین به رنگ ای رنگ باشه اورنج و داخلش رو میگیم که فل فلش سفید باشه وایت و در مجموع تمامش توسط کنترل سلیکت میکنیم کنترول محکم گرفته بالای شپا کلک کرده اولی که میگیم در مجموع همش گروپ شوه و دومی که میاییم بالای همی گروپ کلک میکنیم میگیم اوتلاین نداشته باشه خب آل بخش انزرت رفته دوستا میایم از اینجا یک تکس باکس انتخاب میکنیم داخل از این میگم که مگر میتونم مستقیم بالایش هم داخل شپ تکس داشته باشم اما من خوبتر میدانم که از تکس باکس استفاده بکنیم کار راحتتر میشه خب من تکس باکس انتخاب کردم داخل از ای و تکست خودم در مرکز میگیرم در مرکز صفحه شب باشه خب وقتی این کار کردیم آره اگر نیاز باشد هی در هیدر فوتر ما شما میتونیم که از این خود پراپرتی ها استفاده بکنیم از این بخش ها میتونیم کار بگیریم سبجکت و مختلف موضوعات کمپانی و کمپانی آدرس و این موضوعات خب ما میگم که کمپانی آدرس باشه بعد کلوز میکنیم میبینید دوستا که ما شما تانستیم در این قسمت فوتر دیزاین بکنیم و بالا از یک دول کلک میکنیم دوباره ما میگم که یام اوتلاین نداشته باشه در شب فرمت رفته اوتلاینش هم آف میکنیم حال میتونیم که در اینجا تکست خود درج بکنیم این از که ما شما چطور فوتر را دیزاین میکنیم و فعلا فوتر که کردیم میخوایم در گالری را قرار بدم یک سلکتال می کنیم دی کلک کردیم فقط یک کنترل ای سلکتال می کنیم میگم بخش فوتر میگم سیف سلیکشن تو فوتر گالری همین جایی رو که انتخاب کردیم در گالری بر ما سیفش بکنیم. نامش چی باشه میگم مای فوتر باشه مای فوتر one. این انتخاب کردیم بعد اوکی میگه حالا اگر داینده دا هم نیاز باشه یک کنترل ان بگویم صفحه نو بگیریم و بیایم در بخش فوتر کلک بکنیم فوترهای مختلف داریم و داخل اگر بیایم در اینجا مای ما فوتر و یک بار کلک کردم و فوتر ما شما مستقیما در دسترس ما قرار میده خوب در صفحه قبلی میریم و ما شما تانستیم که فوتر خودت دیزاین بکنیم و در گالری سیف بکنیم و در ضمن از دوستان در قسمت فوتر در مجموع مشما آپشن ها را در ویدیو های قبلی بحث کردیم بالایش فکر نمی کنم که زیاد نیاز باشه خب بهتر است که در این ویدیو مشما از پیج نمبر هم استفاده بکنیم دوستان پیج نمبر ها میکمه که واضح شو برما خب پیج نمبر ما شما که هم در هیدر قرار بدیم به موقعیت هایی که داره در اینجا موقعیت های مختلف هست میتونی شما از این فوتر را کار بگیرید از این پیج نمبر ها دوستا و در بطم آف پیج که موقع فیلی از فوتر میتونید در این فوتر هم شما دوستا پیج نمبر ها را انتخاب بکنین برش پیج نمبر که سیستم بر ما دیزاین کرده و حتی مور پیج نمبرس from اگر آنلاین باشین میتونین که بعضی از دیزاین های قبلا ترتیب شده را هم بگیرین پیج مارجن در قسمت مارجن صفحه باشه به با این ستایل هایی که ما شما داریم Current پوزیشن در هر موقع که شما کلک کرده باشین میتونین که از این پیج نمبر ها شما استفاده کنین و بگیرین خب ما در شروع در مجموع تمام از یار انتخاب میکنیم یک دلیت میکنیم و ما میخوام که پیج نمبر در قسمت تکست ما و شما دوستا در طرف چپ باشه مثلا تک گپ باشد چینل انتخاب میکنیم و در طرف راست میگم که پیج نمبر قرار داشته باشه همونجا کلک کردیم کرنت پوزیشن میگم و از اینجا پیشنمبرهای مختلف هم میتونیم که ما شما برش سلکت بکنیم من فعلا این, این شکل که ساده را انتخاب میکنم خب این کار که کردیم حالا دوست هم از انزرت بخش شپس ما یک شپ ها اینجا رسم میکنم به این شکل کمک بالا قرار میتیم میدم وقتی بالا قرار دادیم و میایم از اینجا یک لاین دراو میکنیم و این لاین هم شفت محکم گرفته با این شکل استریت لایز ایرا رسم میکنیم خوب با این اندازه که ایرام ترتیب کردیم میگم سایزش باشه با این با این سایز و توسط اروکی میاریم بالای شپ خود و این شپ هم دوستا میمیم اوتلاین نداشته باشه و رنگش هم شما میتونید که به هر رنگ انتخاب کنید فعلا رنگش درست است و میم در قسمت ارنج برش میم سنت تو بک یا بیهیند تکست باشه و تکست خود انتخاب میکنیم و میم که تکست ما هم بولد باشه و هم رنگش به رنگ سفید باشه یکم کمک زوم میکنیم سفره و این شپ خودم لاین در قسمت شب درست ارن تنظیم میکنیم هر انتخاب میکنیم و برش مییم که ایره بر ما گروپ بکن خب ای که گروپ شد آل دوباره بالای زمین شب خود کلک کرده میم میگم که سند بیهایند تکس دوباره قرار بگیره و بیخی درست است فکر میکنم که نیاز دیگه بیشتر نداره و کدام چیز دیگه فقط اگر نیاز باشد تکستی های تانو اینجا دوباره تنظیم بکنم. خب ایرم کمک خرد میسازم ایدر کلاس خب دوستا وقتی من اگر کنترل انتر میکنم ببینیم که هر چقدر صفحه را که میگیریم اتوماتیک نمبر چینج میشه و همون دیزاین که ترتیب کردیم و این دیزاین اگر خواسته باشم که مد گالری قرار بدم میتونیم که فقط یک سلکت تال بکنیم کنترل ای بعد از او بیم در پیج نمبر و چون در پایین از بتم پیج بریم و برش بگویم که سیف سلیکشن تو پیج نمبر و نامش چی باشه و در مثال میگم که مای پیج نمبر باشه و در گالری پیج نمبر سیف شوه کتگوری جنرال میتونید دسکریپشن هم برشو فقط یک بار اوکی کرده کلوز دا, این دا اگر نیازتان باشه یک صفحه جدید گرفتیم و از امو ستایل پیج نمبر که دیزاین کرده بودیم استفاده بکنیم باز میتونیم که در قسمت انسرت بیاییم در بخش پیج نمبر بتم آف پیج و در بخش جنرال ببینید که دیزاین مشموع است فقط کلک میکنیم صفحه قرار میگیرد خب فرض کنید امی پیج نمبر ما شما که از یک است نیاز میشه که این پیج نمبر از 100 شروع شوه باز به خاطر از گیر ما شما تغییر بدیم میم بخش پیج نمبر در قسمت فرمت پیج نمبر رفته کانتینیوس from پریویو section هستی چون حال یک سکشن است از یک شروع میشه و ادامه پیدا میکنه حتی شما اگر سکشن های مختلف که در ویدیو قبل کار کردیم اگر داشته باشیم میتونیم که از کانتینیوز فرام پریویو سیکشن ادامه داشته باشه به با سیکشن از قبلی به فیلی یا چینجز میاری تغییرات میاری که در هر سیکشن از چند شروع شوه فعلا میگم که از اینجا که ما دمی سیکشن که هستم یا دمی صفحه که هستم یک سیکشن است یا سکشن از صد شروع شوه اوکی میگیم حال ببینید که از صد شروع میشه و میتونیم که آلی اگر اندازه گیره ادت هم بکنیم نظر و ضرورتتان یک بار کلوز میکنیم و آل کنترل انتر اگر پرس بکنم ببینیم که نمبر ما شما از صد شروع شده و اگر خواسته باشیم بگوییم که فارمتش تغییر داشته باشه چه قسم؟ بیا قسمت فارمت پیج نمبر یک دو سه نباشه، الف بی تی سه باشه، ای بی سی باشه یا شکل رومان باشه نمبر رو میتونید برش سلکت بکنین یک بار اوکی میکنیم اون از نمو قسمت که شما شروع کرده از اونجا ادامه پیدا میکنه یکبار بار اوکی میکنم ببینین حالا از یک شروع شده دو سه می شکل دیگه ادامه دار خوب بخش پیج نمبر بود دوستا حتی در قسمت پیج نمبر اگر هیدنگار استفاده کرده باشین شما و از هیدنگایی که ما شما این در قسمت انزرد در بخش هم ببخشین در قسمت پاراگراف ملتی لیول لست داشته باشیم و از این ملتی لیول لست انتخاب بکنیم میتونیم در پیج نمبر هم شما داخل بخش پیج نمبر انزرت بکنیم با استفاده از انکلود چپتر نمبر امو نمبر که در هیدن دادین میتونید که از این نمبر ها هم کار بگیرین که در هر چپترتان نظر به تان نمبر نمبرتان هم چنجز بیاید و ای بود در مجموع بخش نمبر مختلف دیزاین کار رو میتونیم دوستان ما میخوایم یک دیزاین دوگاه هم داشته باشم از نمبر فرض کنیم میخوایم در وسط نمبر باشه بیا در قسمت پیج نمبر در بتم آف پیج در مرکز باشه و حالا اگر بیم در بخش انزرت شپک های بسیار مختلف داریم ما و شما در بخش شپس فرض کنین ما سلیکت میگنم از اینجا میگم که این تو یک استایل داشته باشه رسم میکنیم و اینی رو مثلا که فرض کنید دیزاین تغییر میدم و میخوایم که پشت سر از او قرار بدم پشت سر تکست send behind the text و اگر بخی خواستین که دقیق شو باز میتونید که از الاین خودش استفاده بکنی بگین در سنتر قرار بگیره و همچنان استایل هایی که ما شما داریم از این فرمت ها که بر شپتان کار بگیریم خب یا اگر خود ما خواسته باشیم میگیم که آوتلاینت یک کمک بزرگتر باشه و رنگ اوتلاین هم به رنگ سفید خب اگر انتخاب کنیم چون بگراند سفید است به او خاطر معلوم نمیشه قدر یک کمک تغییر میتم و شفل هم سلکت میکنیم فرض کنیم مختلف شکلک هایی که داریم میگیم به این شکل باشه و تکست خودم انتخاب میگنیم بولد باشه و رنگش به رنگ فرض کنی سفید و شپ کم بالا میبرم و دیزاین فکر کنم آماده است فقط کلوز کنیم